وادی برتنگی نوحه روشان یکی از منطقه های دوردست ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب رفته، نه همه دهه های آن از نیروی برق برخوردارند. از آغاز سال های 2000 تا این جانب در دهه های بردره پسار دو نیروگاه خرد برقی با کمک مالیوی شرکت پامیر انرژی ساخته گردیدند که توانایی آنها 300 کیلووات را تشکیل داده بود. علاوه نیروگاه خرد برقی در دهه های سپنج و سوناب از نو برقرار گردیدند، ولی برای پاره از نیروی برق تامین نمودن اهالی دهه های مذکور شرکت برقی پامیر انرژی ضرور حسابید که باز یک نیروگاه برقی آبی دیگر با توانایی 450 کیلووات ساخته مشکلات اساسی روستاهای دوردست را حل و فصل نماید. عرض می‌دارد منیجر اویل به ساختمان تجهیزات های تولید برق شرکت پامیر انرژی سید اسد سید محمدوف. ساختمان نیروگاه آبی برقی خرد خطوط در حدود جماعت دهات سونوب وادی برتنگ نوحه روشان در حاشیه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید برنامه دولتی آید رشد اقتصادی اجتماعی وادی برتنگ ترتیب داده شده است. تیر ماه سال 2019 این ساختمان آغاز گردیده، 20 اکتبر سال 2020 در یک وضعیت تنتنوی با اشتراک رهبریت ولایت و رهبریت ناحیه، رهبریت شرکت برقی پامیر انرژی، اینچنین نمایندگان مبلغ گذار، این نیروگاه با استفاده داده شد. کارهای اساسی تا این مرحله به انجام رسانده شدن و با استفاده داده شد. نیروگاه خرد خطوط باید 5 کشلاق اوی دوردست وادی برتنگ رو با نیروی برق دائمی و خوشصفت تامین نماید. این دیه های روشور، یپشور، نسور، سونوب و برچه دیف می باشد. از روی اطلاعی این منبع، شرکت برقی پامیر انرژی در دهات سونوب و وادی برتنگ ناحیه روشان ماهی اکتبر سال گذشته نیروگاه برقی آبی خرد با توانایی 450 کیلووات مورد استفاده برای باشندگان قرار داد که ساکنان دهات امروز از آن استفاده می نمایند. دهای روشور یکی از دههای دوردسترین ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب می رود و از فیض استقلالیت این دهها برمن شده است. چندین آدرسهای بودند، چندین واسطه بودند که اینجا با دخالت بی واسطه همین فیض استقلال به هم آمدند، بهتر شدند و یکی از چنین مثلا بهرمندی فیض استقلال بی واسطه با دخالت پیشوای ملت از حضور رسول وحدت ملی محترم امام علی رحمان در دهه روشور دیسی کلانترین داروی تجهیزات خیلی و خیلی معاصر با استفاده داده شد که قریب 80% زندگی مردم رو به درجه بلند برداشت. ما ساکنان دهای روشور آرزو میکردیم که از کشاندن پشتوره کردن ایزم در مسافه اوی چندین کیلومتر بابایان ما آرزو میکردند، ما آرزو میکردیم، فرزندان ما اکنون آرزو میکنند که از این اولاد خلاصی یابیم، ولی خلاص هم گشتیم. عذر در تمام خانواده دهای روشور برق تامین است، واسطه‌های برقی کار میکنند، از جمله پلیت یا تلویزور و یخدان و دیگر چیزها. و با فکر من چنین است که بسیار احوال مردم بسیار بهتر شد. مورد استفاده برای قرار گرفتن نیروگاه برقی آبی خطفه در جماعت دهات سوناب و وادی برتنگ ناحیه روشان در سال 2020 دهه های راشور و سوناب جماعت سوناب ناحیه روشان با نیروی برق خوشصفت تامین گردیدند. ماهی یونی سال روان در رفع روز وحدت ملی دهه نسور نیز با قوه برق خوشصفت تامین گردید که آرزوی دیرینه این اهل روستا عملی گردید. در قشلاق مو خیلی قشلاق میده زیاد از چین خواجگی خانواده اجازه نمی کند. مشکلی اساسی دهه ما از دوره قدیم نرسیدن قوه برق بود. سیاست خردمندانه جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان نصیب شد که این سال ما از
در دهه ما برق نیروگاه خرد برقی ساخته شد و ما الحال پورا از قوای برق تامین هستیم و نه چیز مشکل ترینی که در حیات مردم وجود داشت حل گردید. الحان در دهه یبشور کشیدن خط انتقال برق و انجام رسیده اطمینان می رود که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دهه مذکور نیز با قوای برق تامین می گردد. در مدت 20 سالگی در دهه یبشور جماعت دهه سبنوب کار و فعالیت کرده شدند. در مدت 20 روز نقل های سیپی نقلی سیپی کشیدیم و نقل هایی که الومینی پرود که در دهه یبشور کشیده شدیم ما در کارگران شبکه برقی که در این مدت ما کار و فعالیت کردیم در روزهای نزدیک به ساکنان این دهه با قوای برق دسترسی پیدا نمود. باید گفت که عین حال شرکت پامیر انرژی تصمیم دارد که دهه‌های گرد اطراف نیز با انجام ساختمان خط برقی با قوای برق تامین می‌گردند. مرحله آوازده دو دهه‌های اولنشین اساسی این موضع این دهه روشور و دهه نسور با قوای برق دائمی پیوست کرده شدند. همچنین امسال خطای برقی تقسیم کننده 10 کلاولت و 0.4 کلاولت در دهه های یبشور و بر چدیف ساخته و اتمام رسانده شدند و در روزهای نزدیک این دهه ها نیز با شبکه برقی این نهروگاه پیوست کرده می شوند. اینچنین این نهروگاه با نهروگاه خرد سونوک با توانایی 60 کلاوات فعالیت می کند و طور پارالیلی با کور انداخته شد و توسط خط برقی 10 کلاولت با طول 2.5 کیلومتر. در دوره حاضر کارهای آن الوگیه یعنی کارهایی که اوید سویل مستحکم شده این رودخانه خطفت دوام دارند که رودخانه باید از همون مجرای خودش بیرون نبیاید و با ابیکتو یعنی با همون انشاءات اوی ما تاثیر منفی خود را نرساند. خوشبختانه این کارها هم در مرحله انجام یابی اند و ما نیت داریم که همین هفته بود رفتم اون کورای الوگیرم از پدرچی قبول کرده بیاییم. با قوای برق تامین نمودن دهه های دوردست در رفعی تجلیل 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باشد توفه ارزنده و سزاواری است برای خواجگی وادی دوردست برتنگ که آرزوی دیرینه این روستازادگان ماست با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جامعه عمل می پوشد.